بشم شم هشم نعصه و نسلی اختورا سیوالان و مشه مراشا قهیلت یقو و بزرت قسمت دیگری رو از پاراشای هزینو میخونیم دواریم فصل سی و دو پاسوق هیجده میفرماید سور خاتشی و تیشکخ ال مخول لخا یعنی خدایی که تولد کرد تو را فراموش کردی و از یاد بردی خدایی که به وجود آورد تو را حالا با این در توضیح این پاسخ میفرمایند که ایتبایل ار درخ امرام زال توضیح داده میشه بر طریقی که خخامیم در گمارای سنیدین داف لامدخه ختمود بت میفرمایند در زمانی که خواست خداوند انسان رو به یافرینه مشورت کرد با فرشتگان و امرو لفاناف اونها به حضور عقادش باروخو گفتن ما انوش یعنی انسان چیه که تو میخوای او رو بیافرینی همطوری که در تعلیم هشت پاسخ پنج میفرماید و نیت اسه نگد عمل آخیم و خداوند قدرت خودش رو در مقابل فرشتگان نشون داد و ادعا کرد به اونها که فقط انسانها میتونن تورا رو اجرا کنند زیرنویس بیشتر برای ما این مطلب رو روشن میکنه که در تورا نوشته زوت تورا آدم کیاموت با اوهل این از قانون تورا آدم هرگاه فوت کند در چادر و هشم فرمود که بین شما مرگ نیست مرده نیست یا تورا نوشته ایشا که تزدیه ویال هرگاه زنی بچه دار بشه پسری رو به دنیا بیاره شما بچه دار شدن بینتون مطرح نیست یا ترا فهمیده ادزه و خلو اجزلوت خلو این رو بخورید این رو نخورید شما خوردن درتون مطرح نیست و بنابراین من میخوام انسان رو خلق کنم که اونها بتونن ترا رو انجام بدن و همینطور زمانی که خداوند دستور میده به جامعه اسرائیل که اونها بیان میشکان بسازن میز به یخ و قربانی اولا تقدیم کنن قوانین رو براشون توضیح داد عقدش خوب اونها دستور داد که هر کدومش چجور خواهد بود و چگونه عمل کنن و اونها اجرا کردن شروع کرد عقدش بار خوب ملخه شارد گفت که ببینید اینها دارن اون چیزی که من میگم عینا اجرا میکنن و حالا شما اومدید به من میگید ما این اشکیتیس کرنو چرا انسان رو آفریدی؟ و همینطور اون قربانی هایی که اونها در روز شبات تقدیم میکنند و همینطور اون ارخ و ارزش های نفاشت رو که اونها ندر میکنند و ارزش رو که تورا نوشته میدن همه اینا نشون میده که انسان ها تورا رو انجام میدن و اجرا میکنند و تورا نمیتونید شما اجراش کنید پس بنابراین نقدش بار خود تصمیم گرفت که انسان رو بیافرینه و اونها رو جریمه کرد که مقابله کردند و مخالفت کردند با خلقت و آفرینش انسان تا اینجا مطلبی بود که از که ما را به همینطور از تنخوما گفتیم خدمت سروران و لازه و به خاطر این دلیلی که خداوند آورد برای این آفرینش انسان که اونها رو می آفرینم که اجرای دستورات من کنن موقعی که اسرائیل اوور رسون و موقعی که فرزندان اسرائیل دستور هشم رو اجرا نمی کنن میل هشم رو پا بر نمی کنن می فرماید به عمرو مخلیشیم تعمل داتو شلادام دارن به وسیله دلیل خلقت و آفرینش انسان رو ضعیف می کنن همین که میفهمات سوریلاده تشی لغت تشی از لفظ خولشا و ضعف قدرت یعنی با انجام ندادن میل هشم دارن آسف شلوم نمیشه گفت هشم رو دارن ضعیف میکنن اون ادعای فرشته رو دارن غالب میکنن ولی وقتی که حرف هشم رو گوش میدن رضایت هشم رو انجام میدن اینجا قدرت هشم نیروی هشم بالا میره و مشخص میشه که کلام هشم درست بوده و به جا بوده و بعد ادامه میفرماید و تیشکخ ال مخول لخا یعنی فراموش کردی خداوندی که تو رو به دنیا آورد مخول لخا رو تفسیر میکنه از لفظ عدی یعنی زیورالات همونطوری که در هم میفهماد و تعر نیزما و خلیاتا یعنی زیور کرد اونها رو با اون وسایل زینتش شعصاخا مخول و عدی یعنی تو رو زیور و زینت قرار داد بر تمام مخلوقات به عبارت دیگه انسان اشرف مخلوقاته حتی بالاتر از فرشتا به ایرکفتا رو تا انوش لروشنو که فرشتا میگن انسان رو بر صدر رو سر ما قرار دادی پس اینجا مشخص میشه که اینجا و تیشکخ تو فراموش کردی خداوندی که تو رو زیور و زینت تمام خلقت و تمام دنیا قرار داد زینویس توضیح میده که در زوهر اومده که زمانی که مشربنو میخواست به دنیا بیاد ندایی خارج شد و گفت این رو بپذیرید در میان خودتون که در آینده فرود میشه بین انسانها و در آینده تورا رو به جامعه انسانی تقدیم میکنه و همه دنیا لرزیدن از عظمت مشرب بنو و همینطور فرشته ها که میفرماید او را در صدر و بالای سر خودشون قرار دادن پس انسان میتونه این چنین مقام و منزلتی پیدا کنه با فرمان برداری ازشم که حتی بالای فرشته ها قرار بگیره ادامه میده او الدر خم رو یا بر طریقه ای که میگه اسرائیل اشر بخا اتپائر یعنی ای فرد اسرائیل تو کسی هستی که افتخار و پر خداوند هست و اینجا زیرنویس توضیح میده تعلیم 65 می نویسه شومه تفیلا آدخا خا کل یابو در سلی خود هم میخونیم و لغت عاده خا رو اینجور توضیح میده فموری به پینخاس از قول ریب میل و بیرمیا از قل ریبی خیا بربا در زمانی که جامعه اسرائیل تفیلا میخونند تو پیدا نمی کنی که اونا همه یک زمان و یک جا بخونن بلکه از کنیسا و کنیسایی برای خودش تفیلا میخونه این کنیسا اول میخونه بعد کنیسای دیگه می میخونه و بعد از اینکه تمام کنیسا تفیلاشون رو تموم کردن اون فرشته که معمور بر تفیلوت میگیره تمام هایی که خوندن در تمام کنیسا و اونها رو تاجی میکنه و میگذاره بر سر عقدش بارو خوب اینه که گفته آدخا کلباسار یا یعنی این زیوری که این افراد بشر درست کردن بر سر پادشاه عالم قرار میگیره آدخا منظور اتاراست که کلام کعدی تیل باش یه شایی میفرماید که تمامشون چون یک زیوری خواهی پوشید همینطور که میفرماید اسرائیل اشر اتپائر یعنی اینکه خداوند تاجبر میشه با تفیلای جامعه اسرائیل و بنابراین میبینیم که این زخوت ها و این میسوه ها تاجیست بر سر عقادش بارخو و آرابار برخواهی مقادش ادامه میبیدن شهست ساعت خواهد اونای عدیل و یعنی خداوند تو رو زیور خودش قرار داد و ربوت نوزال آمرو دراش شد و رابه های ما یادشان بخیر داراش های دیگر رو در این مورد کردن و همینطور که میفهماد هلو کدواری که... دواری کاش اونای اونا پتیش یه فوس سیلا که لغت پتیش اون پتکیست که میخوره به صخره و اون رو تکه تکه میکنه و یک پاسخ هم به چندی تفسیر و توضیح تبدیل میشه و هم میشه اون رو توضیح داد زینویس از سیفری میاره بتیشکخ علم خللخا خخامین به صورتهای مختلف این رو تفسیر میکنند یکی ریبیمیل که میفهماد اینجا منظور اون درد زایمان همونطوری که زن برای زایمانش درد میکشه اینجا هم خواه از خیل کیولدا میاره یعنی درد زایمان یعنی خداوندی که تو رو به دنیا برد و یا توضیح دیگری که میفرماید و علم ال مخللهخا ال شموخلخا الکل یعنی خداوندی که میبخشه تو را با توبه تو بر تمام گناهانت پس میبینیم که اینجا تفاصیل مختلفی در این مورد وجود داره امیدواریم که زخوت ها رو آقای ماگن مگن بر همه ما باشه و سال بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشیم کتیبا و ختیما توبا